زنان و مردان شجاع ایران درود بر شما با خبری فوری و دست اول در خدمت شما هستیم افشای نامه محرمانه زاکانی احتمال مرگ قریب الوقوع خامنه ای را افزایش داد شهرداری آماده ی کندن قبر جدید در کنار قبر خمینی می شود صنعت کشور در پی بی تدبیری مقامات جمهوری اسلامی زمینگیر شد وضعیت فاجعه بار در تأمین برد پیش از ادامه برنامه از شما عزیزان می خواهیم که همین الان ویدیو رو لایک کنید و حتما در بخش کامنت های این ویدیو نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید. تنها حمایت شما تضمین کننده فعالیت رسانه ای آوای ایرانه. افشای نامه محرمانه زاکانی احتمال مرگ قریب الوقوع خامنه ای را افسایش داد. شهرداری آماده کندن قبری جدید در کنار قبر خمینی می شود. روز گذشته رونوشتی از یک نامه محرمانه در شهرداری تهران منتشر شد که حکایت از خبری مهم در آینده نزدیک دارد. در این نامه که به امضای علیرضا زاکانی رسیده، شهردار تهران از پیمانکاری در شهرداری تهران می خواهد که تا تاریخ 20 آذر 1403 قبری در فاصله نیم متری قبر خمینی آماده کنند. بسیاری بر این باورند که این درخواست مربوط به مرگ احتمالی رهبر دیکتاتور جمهوری اسلامی است زیرا در ابتدای این نامه گفته شده که به درخواست محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای این قبر آماده می شود متن کامل نامه به این شرح است جناب آقای مهندس مومن قامی رئیس محترم هیئت مدیره شرکت ایستا سازه نظر به درخواست حجت الاسلام محمدی گلپایگانی و با اطلاع حجت الاسلام حسن خمینی متولی مرقد متحر حضرت امام خمینی برای آماده کردن محلی برای دفن یک متوفای احتمالی در کنار مرقد امام بزرگوار بنده شرکت شما را برای این کار خیر به ایشان معرفی کردم برای این پروژه ستادی را که در شهرداری تهران به ریاست آقای حمیدرضا سارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری زیر نظر شخصی که آقای گلپایگانی از دفتر رهبری معرفی خواهند کرد تشکیل شده که طرف قرارداد شرکت شما خواهد بود. مزار جدید لازم است ویژگی های زیر را داشته باشد. یکم، در فاصله نیم متری محل دفن امام. دوم، بالای مرقد حاج احمد آقای خمینی. سوم، طراحی طوری باشد که ارتفاع سرپوش آن پس از دفن متوفا کمی کوتاهتر از قبر امام و کمی بلندتر از قبور آقایان احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی باشد. چهارم، زمانبندی کار پروژه از دوازده تا شش صبح باشد. در این زمان تا آماده شدن محل ورود عموم به مرقد امام ممنوع اعلام می شود. پنجم در خارج این زمان لازم است محل کار به صورت مناسب پوشیده شود تا توجه زوار را جلب نکند. ششم محل دفن تا 20 آذر 1403 آماده تحویل باشد. تبصره مهم یکم مهندسین، کارگران و پیمانکاران توجیه شوند که درباره هویت متوفا سوال و صحبتی نکنند. دوم، قرارداد مالی پروژه را آقای لطف الله فروزنده معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری با معاون حقوقی شما تنظیم خواهند کرد. هنوز اصالت این نامه از سوی هیچ نهاد حکومتی تایید و یا تکسیب نشده اما آنطور که مشخص است حکومت از همکنون به دنبال تمهیداتی برای مرگ احتمالی علی خامنه در ماهای آینده است، ادهی ای نیز این گمان زنی را مطرح کردند که شاید این قبر برای احمد جنتی که به نظر میرسد در روزهای آخر حیاتش است باشد. در همین رابطه جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد مرگ علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی احتمال تغییر رژیم در ایران را بیش از همیشه خواهد کرد. بولتون در جریان وبیناری در مرکز مطالعات عمومی اورشلیم گفت که تغییر رژیم ایران و گذار به دموکراسی بعد از خامنه ای با توجه به اتفاقاتی که در سطح فرماندهی سپاه و تقابل آنها با روحانیون خواهد افتاد محتمل از همیشه خواهد بود بقیده این مقام بلند پایه پیشین آمریکا مرگ رهبر جمهوری اسلامی سپاه پاسداران را آسیب پذیر از همیشه خواهد کرد خامنه ای اکنون 85 ساله است و دوچار بیماری بولتون یادآوری کرد که وضعیت جسمی رهبر جمهوری اسلامی بارها وخیم شده و رژیم تهران مسیر واقعی روشنی برای دوره انتقال قدرت پس از مرگ خامنه ای ندارد. به گفته بولتون، این بدان مناست که فشار بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن لحظه بیشتر می شود و این سازمان در آن لحظه در ضعیفترین حالت خود خواهد بود. در این نشست اینترنتی که با عنوان حمایت از تلاش مردم ایران برای دموکراسی و فوریت اروپا در تحریم سپاه پاسداران برگزار شد، گیلا گاملیل وزیر اطلاعات اسرائیل نیز حضور داشت. اواخر شهریور سال گذشته نیویورک تایمز به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد که خامنه ای پس از بیماری شدید و وخیم شدن حالش همه ی جلسات عمومی خود را لغو کرد و پس از عمل جراحی برای رفع انصداد روده در بستر بیماری بود. با این حال محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و فرزند علیرضا مرندی از پزشکان خصوصی خامنه ای در تویتی گزارش نیویورک تایمز را درباره بیماری شدید رهبر جمهوری اسلامی فاقد هرگونه اعتبار خواند با توجه به شفاف نبودن اطلاع رسانی درباره وضعیت جسمی خامنه ای تا کنون بارها شایعاتی درباره وخامت اوضاع جسمی او و حتی مرگش منتشر شده اما هیچ رسانه و سازمان مستقلی قادر به تایید اطلاعات در این زمینه نبوده است بر اساس برخی گزارش های غیر رسمی خامنه ای به سرطان پروستات مبتلا است. اواسط شهریور ماه 1393 به طور رسمی اعلام شد که خامنه ای در یکی از بیمارستان های دولتی در بیمارستان رجایی تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت که بر اساس این گزارش این عمل با موفقیت انجام شد. این یکی از معدود اطلاع رسانی های رسمی درباره وضعیت جسمی خامنه ای بود. صنعت برق کشور در پی بی تدبیری مقامات جمهوری اسلامی زمینگیر شد. وضعیت فاجعه بار در تأمین برق. ناترازی در حوزه برق در کنار افزایش تقاضای ایجاد شده به واسطه ی گرمای شدید هوا با چاشنی سوء مدیریت در نهایت منجر به نیمه تعطیل شدن کشور در روز شنبه و تعطیلی کامل در روز یکشنبه هفتم مرداد ماه شد. اتفاقی که به نوشته روزنامه هم میهن برخی از کارخانه ها را از مدت ها پیش درگیر کرده چرا که شماری از کارخانه ها بیش از یک ماه است که به خاطر کمبود برق تعطیل شدند. در پی ناتوانی دولت در تامین برق کشور صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده است که فعالیت مراکز دولتی امروز شنبه ششم مرداد ماه در سر و سر کشور تا ده و بانکا تا یازده صبح و یک شنبه هفتم مرداد ماه به طور کامل تعطیل است. روزنامه همیهن هم نیز در شماری امروز خود با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای مردم و صنایع نوشت امروز وضعیت برق و انرژی کشور آینه تمام نمای ادعاهای این دولت است انرژی که نقطه قوت کشور و دولت ایران بوده در این دولت تبدیل به پاشنه آشیل آن شده است شماری از کارشناسان اما بحرانی شدن حوزه انرژی را مرتبط با دولت خاصی نمی‌دانند و معتقدند این اتفاق مسئول حکمرانی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته است. نگاهی به اتفاقات حوزه انرژی نشان می دهد که در دولت های مختلف از جمله دولت حسن روحانی مردم شاهد قطعی برق، کمبود بنزین، قطعی آب و گاز بودند و این شرایط جوی بوده که شدت آن را تعیین کرده است. همیهن همچنین اعلام کرده که برخی کارخانه های مهم فولادی بیش از یک ماه است که تعطیل هستند و روزانه حدود 45 میلیون دلار کاهش ارزش یا تولید در شرکت انرژی بر بورسی ایجاد شده است. در همین حال محمد رضا توکلی زاده رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز شرایط تامین برق صنایع در استان خراسان را ناگوار دانسته و گفته است که صنایع بزرگ و انرژی بر مانند سیمان و فولاد تولید را حد سر با راندمان 20 درصد پیش میبرند. توکلی زاده تاکید کرده است قطعی حتمی برق واحدهای صنعتی در خراسان به دو روز در هفته افزایش یافته و در واحدهای بزرگ حتی روزهایی که قطعی برق وجود ندارد حداکثر 15 درصد برق مورد نیاز آنها تعمین می شود. امروز سه از ساعت دوازده برقا قطع هیچگی هم پیگیری این کار نیست ببین الان نزدیک سه ساعت بیشتر که بغ رفته ببین زندگی که آخوند برای ما درست کرده نگاه کن آ این ساعت چند ساعت نه نزدیک شیشی شی شونیم هفت بوده که برق رفته ببین آه. ما الا تو قار داریم زندگی میکنیم آب مجانی قرار بود بشه برق مجانی بود قرار بود بشه خدا دیگه روزگارمون سیار شد در آخون، نمیدونیم چه کار کنیم، نمیدونیم با مرگ خدا مرگمونو دیگه از خدا میخواد. این آی روزگاری که آخون برای ما درست کرد، نگاه کن، برق، و یمن و لبنان و لیبی و نمیدونم کجا و غزب و اینا، اونا برق دارن، ما، آه، باید ببین، نگاه کن چرا قوه دست ببین، آه. ببین یعنی سه ساعت ساعت هر ما برق در طرف مقابل علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو اعلام کرده پیش بینی می شود در هفته جاری قله های جدیدی از تقاضای مصرف برق ایجاد و تامین برق سختتر شود مهرابیان پیش از این در سیوم تیر ماه سال جاری دستور قطع برق اداراتی که نسبت به کاهش مصرف خود اقدام نمی کنند را صادر کرده بود تا به گفته منتقدان نشان دهد که برنامه دولت برای تأمین برق مصرفی بخش خانگی رساندن آسیب به صنایع و ادارات است و دولت بدون توجه به تبعات این تعطیلیها صرفا مدیریت روز به روز را در دستور کار قرار داده است به اعتقاد شماری از کارشناسان قطع برق در ایران مدت هاست که وارد مرحله خطرناکی شده است و طبعات آن در ماه آتی در کشور نمایان خواهد شد از نگاه تحلیلگران فارغ از تبعات اقتصادی قطع برق صنایع برای اقتصاد کشور و معیشت مردم قطع برق برخی صنایع از جمله داروسازی در آینده به بحران دیگری در کشور دامن خواهد زد بر همین اساس رئیس اتاق بازرگانی تهران 23 تیر ماه از رسیدن خاموشی به صنعت داروسازی خبر داد و گفته بود که شرکت های دارویی علاوه بر چالش تأمین ارز و ریال با چالش قطعی برق نیز روبرو شدند منتقدان نیز با تکیه بر همین اتفاق از بحران تامین دارو در نیمه دوم سال خبر میدهند چرا که به باور آنها در نبود عرض کافی برای واردات و همچنین تعطیلی واحدهای تولیدی به بهانه مدیریت مصرف برق ذخایر داروی کشور پاسخگوی تقاضا در فصل پاییز و زمستان نخواهد بود گزارش های منتشر شده نشان میدهد در حالی که جمهوری اسلامی در 20 سال گذشته بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور را به بهانه تولید برق صرف توسعه برنامه های هستهی خود و تکمیل نیروگاه بوشهر کرده مردم همزمان با تابستان و افزایش دما در ایران با مشکل تکراری قطع گسترده برق روبرو شدند. کارشناسان نداشتن برنامه و رفتار خارج از چارچوب های اقتصادی در مباحث توسعه را عامل اصلی ناترازی در حوزه انرژی می دانند و معتقدند با این شیوه ی حکمرانی نمی توان به بهبود شرایط امید داشته. پیشتر روزنامه دنیای اقتصاد در چرایی به وجود آمدن شرایط فعلی نوشته بود ناهمخانی درآمدها در برابر هزینه ها باعث شده تا از یک سو سرمایه گذاران تمایل چندانی به حضور در صنعت برق نداشته باشند و تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در سایر صنایع داشته باشند و از طرفی دولت هم که یارانی سنگینی به مشترکان خانگی و کشاورزی می پردازد خود قادر به احداث نیروگاه و حتی پرداخت مطالبات نیروگاه داران، پیمانکاران و تولید کنندگان تجهیزات صنعت برق نباشد. یاران مهربان به پایان این بسته ی خبری از کانال آوای ایران رسیدیم. با امید به اینکه مورد توجهتون قرار گرفته باشه یادآوری می کنم که لایک ها و کامنت های شما همچنان انرژی بخش ما در این مسیر سخته. پاینده ایران